نگرانی ها وجود داشته، ولی مشکل اصلی این هستش که وقتی ما صحبت از لغو مجازات اعدام می کنیم، در مرحله اول برخی از افراد گمان می کنن که مقصود اینه که خب افرادی که مرتکب جرم شدن، شاید برخی از این افراد شنیع‌ترین جرائم رو انجام دادن، اینها مجازات نخواهند شد، به کیفر نخواهند رسید. در صورتی که این چنین نیست، در کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن، اروپا تقریبا تمام کشورها به غیر از بلاروس مجازات اعدام رو لغو کردن، در این کشورها از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنند. در آمریکا که هنوز مجازات اعدام در 31 ایالت آمریکا وجود داره، در صحبت‌هایی برای لغو اعدام وجود داره و همیشه با ایالت‌هایی در آمریکا مقایسه میشه که این مجازات رو لغو کردن. و در آمریکا بهترین جایگزینی که پیشنهاد شده برای اعدام، حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، life without possibility of parole هستش که مطرح میشه. خب در کشورهای اروپایی که این مجازات اعدام رو لغو کردن، حتی تنها حبس ابد یا حبسهای طولانی مدت هست، حتی حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط و در برخی از کشورها مجازات شدیدی میدونن. ولی همیشه این نگرانی وجود داره که اگر ما بیایم مجازات اعدام رو لغو بکنیم، آیا حبس جایگزینی مثل حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، آیا واقعا جنبه سزادهی کافی یا جنبه دترنس، ارعاب آوری کافی رو داره و ما رو به اون هدفی که برای مجازات ها به دنبالش هستیم میرسونه؟ مطالعات بسیاری انجام شده در کشورهایی که مجازات اعدام رو لغو کردن، در میزان جرایم خشونت آمیز و جرایمی که مستوجب اعدام بودن قبل از لغو اعدام و بعد از لغو اعدام. خیلی کوتاه خانم علسی، خیلی کوتاه بفرمایید، رشد نشون میداده جرایم یا کاهش؟ نه دقیقا من همینو میخواستم بگم. در این کشورها، در بیشتر این کشورها ما دیدیم که خب با کاهش جرایم بعد از لغو مجازات اعدام مواجه بودیم و این نشون میده که اعدام واقعا خشونت رو در جامعه بیشتر میکنه.